تیم ثبات و همگرایی بیش از 300 هزار رای باطل شود. دیدار میر رحمان رحمانی و اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری و سفارت پاکستان در کابل صدور ویزا برای اتباعی افغانستان را متوقف کرد. همچنان پاکستان کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. دوستان عزیز سلام، با یکی از مجموعه خبری های امروز ما خوش آمدید. لطفا تا پایان این مجموعه خبری کوتاه با ما باشید و چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. با گزارش روزنامه صبح کابل، تیم ثبات و همگرایی گفته است بیش از 300 هزار رای باطل شود. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که حدود 300 هزار رای را باطل اعلام کند. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که حدود 300 هزار رای را باطل اعلام کند. نور رحمان اخلاقی ناظر تکنیکی تیم ثبات و همگرایی روز دوشنبه 13 عقرب در جنگ نشست خبری گفت که 112 هزار رای که خارج از زمان رایگیری قبل از ساعت 7 و بعد از ساعت 5 شش میزان درج سیستم شده باید باطل اعلام شود. او علاوه کرد که از مجموع آرای اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد 137,630 رای وضاحت وجود ندارد و مشخص نیست که این آرا چگونه وارد سیستم شده است. او گفت که کمیسیون انتخابات باید هر چه زودتر این مقدار رای را باطل کند. آقای اخلاقی همچنان گفت که حدود 70 هزار رای که از عکس تکراری و عکس از روی عکس وارد سیستم شده باطل و به اعتبار شناخته شود. او ادامه داد که روند تشخیص عکس تکراری با معیار پایین صورت می گیرد و باید مطابق معیار جهانی عیار شود. او افزود که بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات آرای خارج از ساحه که توسط جی پی اس تشخیص داده می شود باید مشخص و باطل اعلام شد و کمیسیون باید در این مورد موقف خود را روشن کند. این عضو تیم ثبات و همگرایی گفت که حدود 700 دستگاه و کارت حافظه بایومتریک ناپدید است و کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با تشخیص و ابطال این آرا باید اقدام جدی روی دست بگیرد. او تاکید کرد که پیش از آغاز روند شمارش آرا باید آرای تقلبی از دور خارج شده و روند بازشماری آرا نیز زیر نظر افراد مورد اعتماد صورت گیرد و کسانی که در تقلب و تخطی دست داشتند بعد دادستانی معرفی شوند. آقای اخلاقی از نهادهای ناظر بین المللی خواست که در کنار ناظران دسته انتخاباتی و نهادهای ناظر داخلی از روند شمارش آرا نظارت جدی داشته باشند. این در حالی است که چند شب پیش روند پاکسازی آرای بایومتریک شده از سوی شرکت در ملوک به پایان رسید و 86,226 رای تکراری شناسایی شد. با این حساب از مجموع 1,929,333 رای بایومتریک شده 1,843,107 رای معتبر و متباقی آن برخلاف معیارات شناسایی شده است. اورنگزیب عضو کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد که کارمندان تکنیکی روی اطلاعاتی که از سوی شرکت در ملوک در اختیار این کمیسیون قرار گرفته کار میکنند تا آن را بر اساس واحدهای اداری مرکز و محل مشخص سازند. اورنگزیب گفت که بعد از تصمیم کمیسیون روند تفتیش و بازشماری در حضور ناظران و مشاهدین آغاز خواهد شد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 23 مقرب و نتیجه نهایی در 15 قوس اعلام می شود. رحمانی در دیدار با غنی خواستار لغو محدودیت سفر نمایندگان به خارج شد. با گزارش خبرگزاری افق، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان همراه با اعضای هیئت اداری این نهاد به دیدار اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی رفته و مشکلات نمایندگان از جمله عدم توجه حکومت به مصوبات مجلس را با او در میان گذاشته است. میر رحمان رحمانی در نشست عمومی امروز دوشنبه 13 عقرب مجلس گفت که در این دیدار روی موضوعات مثل روند صلح، قانونگذاری، رفع محدودیت سفر نمایندگان، عدم توجه به مصوبات مجلس و مشکل نظارت مجلس از حکومت صحبت شده است.
آقای رحمانی افزود که آقای غنی پیشنهادات هیئت رئیسه مجلس را پذیرفته و وعده داده است که بعد از این هیچ محدودیتی برای سفر اعضای مجلس به بیرون از کشور وجود نخواهد داشت. رئیس مجلس گفت که رئیس جمهور برای توجه و اجرایی ساختن مصوبات مجلس به نهادهای مربوطه هدایت داده تا این مصوبات عملی گردد. این در حالی است که اعضای مجلس نمایندگان همواره از عدم توجه حکومت به مصوبات مجلس و محدودیت در سفرهای رسمی نمایندگان انتقاد کرده است. نمایندگان ادعا داشتند که حکومت در زمینه سفر وکلا به بیرون از کشور سلیقه‌ای برخورد میکند. پاکستان کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که در اعتراض به بدرفتاری با دیپلمات‌های این کشور در کابل، کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را برای ارائه توضیحات احضار کرد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که کاردار سفارت افغانستان را برای ارائه توضیحات و اعلام اعتراض به بدرفتاری با دیپلمات‌های خود احضار کرد. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نگرانی جدی کشورش را مبنی بر امنیت کارمندان سفارت پاکستان در کابل به کاردار سفارت کشورمان در اسلام آباد ابلاغ کرده است. وی افزوده است که در دو روز گذشته کارمندان سفارت پاکستان در کابل مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، به گونه که برای عبور آنان در جاده موانع ایجاد شده و در یک مورد موتورسیکل به طور عمده خودش را به موتر حامل دیپلمات پاکستانی زده است. وزارت امور خارجه پاکستان از افغانستان خواسته است که با تکمیل تحقیقات در این زمینه ضمن ارائه گزارش تکمیلی به اسلام آباد از عدم تکرار این موارد پاکستان را مطمئن کند. این بیانیه افزود که پاکستان یادآوری می شود که بر اساس کنوانسیون وین در مورد امتیازات و مسئولیت های دیپلماتیک دولت افغانستان موظف است امنیت و آزادی رفت و آمد را برای دیپلمات های پاکستانی فراهم کند. این در حالی است که سفارت پاکستان در کابل بخش کنسولگریش را بعد دلایل امنیتی سر از امروز دوشنبه تا اطلاع ثانی تعطیل کرده است. حملات راکتی نیروهای پاکستانی در مرزهای افغانستان و بخصوص ولایت کنر در آن روزهای بیشتر شده است و در تازه ترین مورد صداها از باشنده های کنر خانه هایشان را از ترس راکت پرگانی ترک کردند. این در حالی است که به گزارش بی بی سی سفارت پاکستان در کابل صدور ویزا برای ادبای افغانستان را متوقف کرد. سفارت پاکستان در کابل اعلام کرد که از امروز دوشنبه 13 عقرب خدمات کنسولی خود را بعد دلایل امنیتی در پایتخت افغانستان متوقف کرده است. این سفارت جزئیات بیشتر نداده است، ولی وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار و از آزار و اذیت کارمندانش در افغانستان به او خبر داده و گفته درباره امنیت دیپلمات هایش در کابل و سایر نمایندگی های پاکستان در این کشور نگرانی دارد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نیز در واکنش به این تصمیم پاکستان گفته که کابل آماده است تا به تمام نگرانی های پاکستان بپردازد، ولی توقع داشت که این کار از مجرای دیپلماتیک بررسی می شد. او افزوده که وزارت خارجه در حال بررسی و حل این مشکل است تا شهروندان افغان با مشکل مواجه نشوند. سفارت پاکستان امسال نیز صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را محدود و اعلام کرده بود که تنها برای سالمندان، بیماران، زنان و بازرگانان ویزا صادر خواهد کرد. در آن زمان این سفارت از دولت افغانستان خواسته بود که علیه باندبازی و اخاذی هایی که در بیرون از کنسولگری از متقاضیان ویزا صورت می گیرد اقدام کند. به دلیل وجود مراجعات زیاد، گرفتن ویزای پاکستان برای شهروندان افغانستان همواره با دردسرهای همراه بوده است. چند قبل وزارت داخله افغانستان یک سرباز پلیس را بازداشت کرد که عامل ضرب و شتم چند نفر از متقاضیان ویزا در جلو سفارت پاکستان بود. بارها گفته شده است که پلیس با شماری از افراد ارتباط دارد که زمینه صدور ویزای پولی را برای متقاضیان فراهم میکند. وزارت داخله افغانستان قبلا گفته بود که برای حل مشکل به وجود آمده اقدام کرده و شماری از سربازان پلیس که مفسد بودند شناسایی و بعد دادستانی معرفی شدند. این وزارت از افراد پلیس که در اطراف سفارت اکنون گماشته شدند به عنوان افراد فعال، کارکن و پاک نفس نام برده است.
دوستان عزیز سپاس از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفا اگر می خواهید از ویدیوهای تازه و رویدادهای تازه افغانستان منطقه و جهان آگاهی حاصل نمایید، پس چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان ما منتظر پیشنهادات و انتقادات و سالم شما جهت بهبود برنامه های بعدی ما هستیم. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.